عزیزان، در این درس براتون قطعه ای رو در نظر گرفتم بسیار زیبا به نام Twinkle Twinkle Little Star که البته ترجمه فارسیش، البته نه ترجمه، کلمه به کلمه ایش مشهور است در ایران به نام چشمک بزن ستاره کوچولو. آهنگیست مربوط به یک ملودی فرانسوی که در سال 1761 میلادی منتشر شده. البته بعدها توسط آهنگسازان زیادی دوباره تنظیم شده، از جمله ولفگانگ آمادوس موزارت که یک آهنگساز اتریشی هست که با اینکه سن بسیار کمی داشتن که فوت کردن، عملا 27 ژانویه 1756 به دنیا آمدن و 5 دسامبر 1791 میلادی فوت کردن، با این حال این آهنگ رو تنظیم کردن و تبدیلش کردن به یک آهنگ لالابای بسیار معروف انگلیسی که در حقیقت یه آهنگ لالایی هست. اجازه بدید که نوتش رو بهش دسترسی پیدا بکنیم توی سیبلیوس. همجور که میبینید آقای دکتر سوزوکی اومدند دوباره تنظیمش کردن، انگوش گذاری هاشون رو به این شکل در نظر گرفتن که انگشت یک یا شست دست راستتون رو، چون این در حقیقت نوت یا شیت برای فقط دست راست است، رایت هند. بعدا دست چپش رو در درس‌های بعدی یاد میگیرید چگونه بزنید. دست راستتون انگشت شستش رو که انگشت شماره یک هست بر روی دو یا همون سی میذارید که در درس قبلی یاد گرفتید دو پنج یا سی پنج. خب حالا ما اومدیم انگشت یکمون رو اینجا گذاشتیم، یعنی انگشت شست دست راستمون رو، ولی انگشت چهارمون که انگشت حلقه دست راست هست عملا قرار سل یا همون جی رو بنوازه. سل اینجا هست. خب این معنیش اینه که به ترتیب نیست انگشت همون. اگه توجه کنی 1 2 3 4 ما قراره با انگشت چهارمون این نوت رو بنوازیم. پنجمون هم قرار هست لا رو بزنه، یعنی ای. پس اگر انگشت پنج یا انگشت کوچک دست راست رو اینجا بذارم، انگشت چهار، انگشت سه، انگشت دو رو اینجا بچینم، این چهار تا انگشت رو میبینید که یه دونه وسطش فاصله است. دلیل این که اینگونه انگشت گذاری رو آقای سوزوکی انتخاب کردن این است که بیشتر آهنگ چهار تا انگشتش اینجا مشترک هستند، فقط انگشت شماره یک در دست راست جاش تغییر میکنه ما بین این دوتا نوت که هست دو و ره. پس انگشت یکمون رو اینجا میذاریم ولی انگشت دومون رو با یک فاصله، یک پرده فاصله میام روی می میذاریم. می، انگشت سه فا، انگشت چهار سل و انگشت پنج انگشت کوچیک لا و بعد شروع میکنیم به نواختن. در بعضی جاها میبینید که مجبورتون میکنه که از انگشت یک نوت که اینجا ره هست، نوت بعدیش دو رو با همون انگشت بزنید. به این علت هست که این چهار تا انگشت رو اینجا دیدن مشترک هست، تصمیم گرفتن که فقط انگشت یک حرکت بکنه ما بین این دوتا، بقیه انگشت ها سر جاشون قرار بگیرن. خب بشنویم ببینیم که چگونه هست. توجه کردید که چهار تا انگشت دیگر ما غیر از انگشت یک رو اینجا از این نوت که می هست تا لا اینجا به ترتیب چیدیم.
و بعد ما بین نوت ها موقعی که دیدیم که اگه قراره دو رو بزنه دو رو می نوازه، اگه قراره ره رو بزنه مثل اینجا انگشت حرکت میکنه میاد جلوتر و انگشت یک ما این کلید رو میزنه. در درس قبلی یاد گرفتید که این نوت هایی که نقطه بالاشون هست استکاتو هست، پس بایستی مقطع اجرا بشن و بقیه که نقطه ندارن لگاتو هست. پیانو نشان دهنده این است که این نوت برای پیانو نوشته شده و این پی ان او رو این پروگرام به جای که پیانو رو طولانی بنویسه به صورت مخفف می نویسه. امیدوارم درسم درتون خورده باشه.